شناسایی کنید که پانزده بر اشت یک کسر حقیقی است یا یک کسر ناقص می باشد. پس این فرصت خوبی است که مروری بر کسرهای حقیقی و ناقص داشته باشیم. ورای سادهی برای, ساده برای تشخیص آنها وجود دارد. کسر شما حقیقی است. اگر صورت کسرتان خوب اینجا صورت کسر می باشد. عدد بالایی. صبر کنید که صورت و مخرج را علامت بزنم. کسرتان واقعی است. اگر صورت کسر نسبت به مخرج کوچکتر باشد. و اگر کسرتان حقیقی نباشد شما کسر غیر واقعی یا ناقص خواهید داشت. پس کسر ناقصتان آن است اگر صورت کسر بزرگتر یا مساوی به مخرج باشد و در اینجا تمام اعداد در واقع مثبت می باشد ولی اگر شما اینجا اعداد منفی داشته باشید سپس شما می گفتید که قیمت مطلقه صورت نسبت به قیمت مطلقه مخرج در یک کسر واقع کمتر می باشد و قیمت مطلقه صورت نسبت به قیمت مطلقه مخرج بزرگتر یا مساوی در یک کسر ناقص می باشد پس صبر کنید که آن را بنویسم برای اینکه کمی مشخص باشیم اینجا می توانستم که عداد منفی را یا در صورت و یا هم در مخرج داشته باشم. بر هر حال بیاد که به سال برگردیم. پانزده واضح است که از اش بزرگتر یا مساوی به آن است. از این رو پانزده بزرگتر یا مساوی به اش می باشد. پس در اینجا ما به یک کسر ناقص طرف هستیم